به نام خدا و بارزه سلام و شام بخیر بینندگان محترم، توجه کنید به مجموعه خبری شامگاهی این ساعت از نور. در آغاز سرخط خبرها. قرعه‌کشی برای ردبندی نام نامزدان ریاست جمهوری در ورقهای رای دهی، نام دکتر عبدالله عبدالله در صدر فهرست قرار گرفته است. افزایش 25% خشونت علیه زنان در افغانستان در 6 ماه نخست سال جاری، بیش از 4000 مورد خشونت علیه زنان در کمیسیون حقوق بشر ثبت شده است. با گروه های حقوق بشری فرمان ضد تظاهرات در مصر را محکوم کردند. امروز دوشنبه 4 قوس سال 1392 خورشیدی که برابر است با 25 نوامبر سال 2013 میلادی. مشروع خبرها. صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح کشور و رئیس جمعیت اسلامی افغانستان پس از شاشت امروز با آقای یانکوبش فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. هدف از این دیدار که در اقامتگاه رئیس جمعیت اسلامی افغانستان صورت گرفت، روی چگونگی روند گفتگوهای صلح در افغانستان عنوان شده است. رئیس شورای عالی صلح کشور نقش جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل را در آوردن صلح در افغانستان مهم دانسته و بر تداوم آن تاکید کرد. در همین حال یانکوبش فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان بر تداوم همکاری های این سازمان در روند گفتگوهای صلح افغانستان تاکید کرد. کمیسیون مستقل انتخابات موقعیت نام نامزدان ریاست جمهوری را در ورقهای رای دهی مشخص کرده است. بر اساس قرعه‌کشی این کمیسیون، نام دکتر عبدالله عبدالله در صدر فهرست قرار گرفته است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان ریاست جمهوری می خواهد که در مبارزات انتخاباتی از اتهام وارد کردن بر یکدیگر خودداری کنند و از رقابت سالم انتخاباتی استفاده کنند. شرح بیشتر از حضرت محمدی. کمیسیون مستقل انتخابات روز دوشنبه بار اندازی نشست در کابل زیر نام تعیین موقعیت نامزدان در اوراق رایدهی برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 1393 خورشیدی از تعیین موقعیت نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در اوراق رایدهی خبر داد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بر اساس قرعه‌کشی این کمیسیون نام نامزدان با ترتیب قرعه رده‌بندی شده است. بر اساس این قرعه‌کشی نام دکتر عبدالله عبدالله در صدر فهرست و نام هدایت امینرسلا در پایان فهرست قرار گرفته است. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با برگزاری انتخابات شفاف در کشور تاکید میکند و از نامزدان میخواهد در مبارزات انتخاباتی به یکدیگر اتهام وارد نکرده و مبارزات سالم انتخاباتی را برا بیاندازند. کمیسیون انتخابات هم از کاندیدای محترم خواهش دارد که این انتخابات، این کمپین، مبارزات انتخاباتی باید در فضای بسیار سالم، در فضای بسیار امن صورت بگیره. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در صورتی که انتخابات به دور دوم برود، این کمیسیون به اساس قانون اساسی کشور انتخابات دور دوم را در خلال 2 هفته دیگر برگزار خواهد کرد. اول خو امیدوار هستیم که به دور دو نرود. اگر احیانا به دور دو اگر بره، کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ تکنیکی و لوجستیکی آمادگی داره که در ظرف 2 هفته دور دور هم برگزار بکنه. برای تعیین موقعیت نامه‌های نامزدان شوراهای ولایتی نیز 10 مرکز در سطح کشور در نظر گرفته شده است. دو ولایتی شوراگانو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون 10 محلونه تعیین کړی دي او 10 واړه محلو کې هر محل کې 4 کارمندان د ټاکنو خپلواک کمیسون کار کوي. این در حالی است که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور کمتر از 5 ماه دیگر باقی مانده است و قرار گرفتن نام نامزدان در ورقهای رایدهی یک گام دیگر به سوی انتخابات به حساب می رود. شماری از آگاهان سیاسی می گویند در صورتی که رئیس جمهوری تصمیم داشت که قرارداد امنیتی را پس از انتخابات امضا کند، برگزاری لویه جرگه مشورتی با مصرف بلند هیچ ضرور نبود.
به گفته آنان رئیس جمهور کرزی در صدد استفاده ابزاری از امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با آمریکا است و می‌خواهد تا خواستهایش را در انتخابات ریاست جمهوری تحمیل کند. در همین حال سفیر آمریکا در کابل بار دیگر تأکید کرده است که این قرارداد باید تا ختم سال روان میلادی امضا شود. حمید صدیقی گزارش می‌دهد. هرچند اعضای لوی جرگی مشورتی روز گذشته با پیشنهادات قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن را تایید کردند، اما رئیس جمهور کرزی روز یکشنبه در ختم لوی جرگی مشورتی تاکید کرد که شرط امضای قرارداد امنیتی با آمریکا تامین امنیت و آوردن صلح در کشور است. بیشتر اشتراک کنندگان لوی جرگی مشورتی از رئیس جمهور خواستند تا این قرارداد را پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امضا کند، اما ظاهرا رئیس جمهور زیر بار این فشارها نرفته و تاکید میکند که لا تطبیق شرط آیش این قرارداد را امضا نخواهد کرد. ما مرحله تطبیق می خواهیم. مرحله تطبیق می خواهیم خوار که صلح بیاید. اگر صلح نامد، علمی قرارداد باعث بدبختی افغانستان میشه. اگر صلح نامد، این قرارداد باعث بدبختی افغانستان میشه. صلح شرط ماست برای قرارداد. امریکا بر ما صلح بیاره، ما این قرارداد به هر دو دیده با امرایش منظور داریم. در همین حال شماری از اشتراک کنندگان لوی جرگی مشورتی میگویند اگر رئیس جمهور این تصمیم را داشت تا قرارداد امنیتی را پس از انتخابات ریاست جمهوری امضا کند، پس برگزاری لوی جرگه با مصارف بسیار بلند ضرور نبود. رئیس جمهور اگر میخواست ایره بعد از انتخابات امضا بکنه، بعد از انتخابات حکومتی دیگه میایه، رئیس جمهوری دیگه میایه، ضرورت به ایقه مصارفات در جرگه نبود، ضرورت به ایقه در تکلیف دادن مردم نبود، 6 میلیون مردم شهر کابل در 5 روز در محاصره قرار داشتن، هیچ ضرورت نبود میگذاشتن به حکومت آینده. از سوی هم شماری از آگان سیاسی میگویند که رئیس جمهور کرزی تصمیم داشت تا با برگزاری لوی جرگه و ایجاد مخالفت ها با قرارداد امنیتی از سوی این جرگه از آمریکا امتیاز گیری کند. با گفته آنان رئیس جمهور در این اقدامش ناکام مانده است. رئیس جمهور با عنوان کردن این مسئله و با پیشکش کردن جرگه میخواست که او فشار لازم را که در بحث انتخابات از طریق جرگه به زبان جرگه بالای امریکایی‌ها وارد بکنه و ای را پیوند بزنه با امضای مایده و موافقتنامه امنیتی و از او طریق امتیازات خود بگیره. با این حال جیمز کننگام سفیر آمریکا در کابل در یک اعلامیه گفته است که کشورش چشم برای امضای این قرارداد تا آخر سال روان میلادی است و حکومت افغانستان باید آن را هر چه زودتر امضا کند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات حرفهای رئیس جمهور کرزی مبنی بر مداخله خارجی در انتخابات را رد نکرده است. رئیس این کمیسیون اما از خارجی های دخیل در قضایای افغانستان خواسته است که به تصمیم مردم افغانستان احترام بگذارند. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی میگویند که برگزاری انتخابات شفاف از وظایف اصلی حکومت است و نباید مسئولیت خود را به دوش دیگران بیندازد. منیب شاهین با شرح بیشتر این خبر. حامد کرزی رئیس جمهوری کشور در مراسم گشایش و پایانی لوی جرگه مشورتی ظاهرا یکی از پیش شرطهای امضای قرارداد امنیتی را با آمریکا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده عنوان میکند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات درباره سخنان رئیس جمهور کرزی تبصره ای نمیکند، اما تاکید میکند که انتخابات سال آینده مربوط مردم افغانستان است و خارجی ها نیز به اراده مردم افغانستان احترام بگذارند. جناب رئیس جمهور کدام تبصره ندارم، بلکه انتخابات حق مردم افغانستان است. این حق مشروع مردم افغانستان است و این حق ما به هیچ کس دیگه نمیتیم، نه به امریکا نه به کدام کس دیگه. مردم از این حق خود استفاده میکنن، بالای هر کس که اینا دست بانن او را باید تمام مردم افغانستان احترام بکنن. در همین حال عده ای از آگاهان سیاسی به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه تاکید کرده میگویند حکومت مسئولیت برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را در کشور دارد. به باور آنان شفافیت و یا عدم شفافیت انتخابات سال آینده به حکومت افغانستان تعلق دارد و حکومت نباید مسئولیت خود را به دوش دیگران بیندازد. بنابراین تمامی مسائل برمیگرده به دستگاه حکومت، مکانیزم های اجرایی و همه مسائل برمیگرده به خود حکومت. این حکومت است که بالاخره مسئولیت داره و مکلفیت داره که انتخابات بسیار بسیار خوب و عادلانه در چارچوب همون قوانینی که هستن باید برگزار بکنه. اینا از وظایف و مکلفیت های حکومت هستن، کسی دیگه در این مسائل دخالتی نمیتونه داشته باشه، چون برگزاری مسئول برگزاری انتخابات حکومت افغانستان است. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی امضای قرارداد امنیتی با آمریکا را وابسته به برگزاری انتخابات شفاف دانسته است. به گفته آقای کرزی
اگر انتخابات شفاف در کشور برگزار نشود، امضای قرارداد امنیتی با آمریکا در کار نخواهد بود. خشونت در برابر زنان در 6 ماه اول سال جاری نسبت به 6 ماه اول سال گذشته در کشور 25% افزایش داشته است. رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید در 6 ماه اول سال جاری بیشتر از 4000 مورد خشونت علیه زنان در دفترهای کمیسیون حقوق بشر در تمام کشور به ثبت رسیده است. حفیظ سالنگی گزارش میدهد. روز جهانی محو خشونت علیه زنان است و از این روز در بسیاری از کشورها بزرگداشت می شود. این روز در افغانستان در حال بزرگداشت می شود که مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان از افزایش 25% خشونت در برابر زنان خبر می دهند. رئیس کمیسیون حقوق بشر می گوید که در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 4000 مورد خشونت علیه زنان در دفترهای این کمیسیون ثبت شده است. علت خشونت در مجموع در افغانستان یکیش مسئله سطح پایان سواد و آگاهی از حقوق است. مسئله دوم عنانات ناپسند در جامعه است که مسئله دیگه مسئله ناامنی ها است که در سراسر کشور هر قدر ناامنی ها زیاد میشه همون قدر خشونت علیه زنان زیاد میشه. خانم سمر در مورد دلیل افزایش این خشونت ها میگوید که عدم مجازات مجرمان خشونت علیه زنان باعث شده است تا سطح این خشونت ها بلند برود. وقتی که میگیم فرهنگ مافیات خاتمه پیدا بکنه، بازم قضایایی که در کمیسیون ثبت میشه و در قضایایی که در نهادهای عدلی قضایی افغانستان ثبت میشه در صورتی که فشار جدی وارد شود حل میشه اکثریتش. در قضایای دیگه مثلا اصل فرد مجرم میگروزه میره در مناطقی که تحت کنترل دولت نیست یا میره در کشورهای همسایه افغانستان. به اون خاطر در این صورت یعنی ارگانهای عدلی و قضایی هم بسیار توانمندی نداره. در همین حال وزارت امور زنان از برنامه آگاهی دهی 16 روزه برای محو خشونت علیه زنان خبر می دهد. امور زنان هر ساله از 25 نوامبر توسط برنامه های خاص در مرکز و ولایات تجلیل به عمل می آورد که در خلال این 16 روز کمپاین تبلیغ پیام های کاهش خشونت علیه زنان از طریق منابر، مساجد و تکایا با همکاری با وزارت محترم حج اوقاف. خودکشی، قتل‌های ناموسی، لد و کوب زنان از عمده‌ترین موارد خشونت علیه زنان به حساب می‌رود. این در حالی است که یک دختر و پسر در ولایت بغلان که به قصد ازدواج از خانه فرار کرده بودند، پس از دستگیر شدن از سوی اعضای خانواده‌هایشان تیرباران شدند. رئیس امور زنان این ولایت گفته است که بزرگان قوم ولسوالی دندغوری به پلیس وعده داده بودند که این مسئله را به صورت مسالمت آمیز حل خواهند کرد. با گفته وی این وعده بزرگان قوم سبب شد تا پلیس در این قضیه مداخله نکند، اما آنها به وعدهشان عمل نکرده و این پسر و دختر در نتیجه فیصله آنها در انظار آمد تیرباران شده و به قتل رسیدند. تندرستی بزرگترین نعمت هاست. آیا می دانید وقایه بهتر از معالجه است؟ ما در برنامه پزشکان نروز به تمام پرسش های طبی شما پاسخ می دهیم. سلام. سلام. آیا می خواهید از مبتلا شدن به امراض در امان باشید؟ پس ما را در برنامه پزشکان نروز جمعه ها از ساعت 9 الی 10 فراموش نکنید. ادامه خبرها. بیش از 200 میل جنگ‌افزار شرکت‌های خصوصی امنیتی از سوی محافظت عامه به برنامه دایاک در هرات تحویل داده شده است. مسئولان پلیس در هرات می‌گویند این جنگ‌افزارها از نزد شرکت‌های خصوصی امنیتی در هرات
که در این اواخر منحل شدن جمع آوری شده است. همایون نظری از هرات گزارش می دهد. جنرال سمیع‌الله قطره فرمانده پلیس هرات می گوید که از آغاز فرمان رئیس جمهور کرزی در مورد لغو شرکت های خصوصی امنیتی تا کنون 10 کمپانی خصوصی امنیتی در هرات منحل و بیش از 1000 میل سلاح و جنگ افزار از نزد این شرکت ها به دست آمده است. تمی اکنونه که خدمت شما معصوبت می کنم 10 کمپانی در ولایت هرات اینا در حدود 1000 میل سلاح از این کمپانی ها و شرکت های شخصی جمع‌آوری شده که 221 میل سلاح از اینها فعلا به پروسه تایاک تحویل داده میشه و در صورت نیاز باز با وزارت محترم دفاع ملی میتونن که باز در قطعات شامل تشکیلات رسمی از قوای مسلح افغانستان از استفاده بکنم. در همین حال مسئولان پلیس محافظت عامه ایرات که به جای کمپانی های خصوصی امنیتی وظیفه تامین امنیت کاروان های تجاری و تامین امنیت شاهراهای کشور را به عهده دارد می گوید که امنیت شاهراهایی که به غرب کشور منتهی می شود تامین شده است. یک تعداد ناامنی توسط کمپانی های خصوصی امنیتی قرمن وجود داشته که الحمدلله مطابق فرمان 62 مقام حالی ریاست جمهوری کمپانی های خصوصی را زمانی که ما خلاص صلاح کردیم طبعا خود به خود روحی مردم شاد شد، بی‌نظمی و بی‌عدالتی از بین رفت و الحمدلله به طول مدت 6 ماهی که قطارها را به صورت درست از ما محافظت و امنیت میکنیم الحمدلله هیچ مشکل نداریم. در ابتدا چرا؟ چون قطار قطعه جدید بود، سلاح تجهیزات ما کمتر بود، پرسنل ما تجهیز کمتر. این در حالی است که فرمانده عمومی پیشین پلیس محافظت عامه به فساد متهم شده و پس از برکناری وی از سوی حکومت اکنون سطح رضایت مردم از این نیروها افزایش یافته است. در نتیجه یک عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی بکوه ولایت فرا 10 طالب کشته شدند و 5 تن دیگر آنان زخم برداشتند. عبدالرؤوف رحمانی سخنگوی سربازان ارتش مستقر در ولایت فراه میگوید که این عملیات 3 روز دوام داشته است. آقای رحمانی میگوید که در این عملیات سربازان پلیس و امنیت ملی نیز با آنان همکاری داشته است. در نتیجه این عملیات چندین روستا در ولسوالی بگوه ولایت فراه از وجود مخالفان مصالح دولت پاکسازی شده است. مسئولان محلی در ولایت وردک میگویند که در یک عملیات نیروهای امنیتی داخلی 2 فرمانده محلی طالبان در ولسوالی کهنه خمار این ولایت کشته شدند و 1 غیر نظامی دیگر زخم برداشته است. این هم چند رویداد از جهان. گروه های حقوق بشری در مصر فرمان جدیدی که دولت برای مقابله با تظاهرات صادر کرده را محکوم کردند. بنابر این قانون جدید بدون اینکه به پلیس اطلاع داده شده باشد شهروندان مصر نمی توانند که تظاهرات را ترتیب و برگزار کنند. بسیاری معتقدند که این قانون را دولت برای جلوگیری از تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین و رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی وضع کرده است. سازمان های حقوق بشری نیز پیش از امضای این قانون با آن مخالفت کرده بودند. در بیانیه‌ای که به امضای 19 سازمان حقوق بشری مصر رسیده آمده است که این قانون جدید هر گونه تجمع مسالمت آمیز را ناممکن می کند. وزیر داخلی مصر در گفتگو با خبرگزاری فرانسه می گوید که بنابر این قانون تنها لازم است که به پلیس اطلاع داده شود و نه این که کسب اجازه شود. این قانون روز یکشنبه به دنبال آن امضا شد که تظاهرات گسترده در حمایت از آقای مرسی در شهرهای مختلف مصر برگزار شده بود. نخست وزیر ژاپن روز دوشنبه اقدام چین برای اعلام یک منطقه شناسایی دفاع هوایی در دریای چین شرقی را که جزایر مورد مناقشه بین دو کشور را نیز در بر می‌گیرد خطرناک توصیف کرده است. زمانی که پکن به طور یک جانبه اعلام کرد تمامی هواپیماهایی که بر فراز منطقه در دریای چین شرقی پرواز می‌کنند ملزم به پیروی از دستورات چین است. نخست وزیر ژاپن گفت که کشورش از چین خواهد خواست تا در عین حال که دو طرف به همکاری با جامعه بین المللی ادامه می‌دهند درباره این مسئله از خود خیشتن مناقشه را از مالک خصوصی آن خریداری کرده است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل به او اطمینان داده است که آمریکا و اسرائیل یک هدف را دنبال می‌کنند و آن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت که باراک اوباما به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل تلفن کرده و درباره مرحله اول توافق گروه 5 بر علاوه 1 با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور گفتگو کرده است. به گفته سخنگوی قصر سفید، باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو تأکید کردند که نباید ایران